آخوند خامنه ای ولی واقع حکومت مستبد تلاش می کند تا به هر طریقی زمینه های سیاسی نظامی دیپلماتیک را برای جانشینی خود فراهم کند. سالی این است سپاه پاسداران با مجموعی سرداران فاسد و اختلاسگر از آن سود میبرد. برد؟ رئیسی در جهنم دنیاوی سوخت و از صفحه روزگار مف گردید. مرگ او یک سوال جدی را در مورد آینده ی حکومت ولیت وقیه در خاورمیانه ایجاد می کند. چه کسی جانشین ولی فقیه آخوندها می شود؟ تا قبل از سقوط هلیکوپتر سرکرده قوه مجریه دو نفر به عنوان پیشتاز برای جایگزینی حاکم دیکتاتور حکومت آخوندها شناخته می شدند. رئیسی و مشتبه خامنه ای سایت های بلومبرگ این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و تحلیل خاص خودشان را ارائه دادند این سایت در این رابطه نوشته با رفتن رئیسی سپاه پاسداران قدرتمندترین بازوی نظامی ایران است سپاه در دو دهه گذشته نفوذ خود را به طور قابل توجهی بر سیاست و اقتصاد کشور افزایش داده اکنون در موقعیت مناسبی قرار دارد تا از هر فر فردی که در نهایت جایگزین خامنه ای که در دهه 80 حیاتش است قدرتمندتر شود سایت بلومبرگ به نقل سعید لیلاز مشاور سابق محمد خاتمی نوشته من به موضوع جانشینی رهبری به صورت فردی نگاه نمی کنم بلکه یک نهاد است و آن نهاد را سپاه می دانم. مرکز گرانشی قدرت در ایران احتمالا پس از مرگ خامنی ای از نعلین آخوندها به چکمه های نظامی تغییر خواهد کرد. در این رابطه بلومبرگ به نقل از حاکم مستبد و رو به مرگ آخوندها نوشته مقامات غربی و خودی های رژیم گفتند که بعید از مرگ رئیسی سیاست خارجی و منطقی جمهوری اسلامی را تغییر دهد این واقعیت است که خود خامنه ای وقتی به مردم گفت که هیچ اختلالی در نحوه اداره کشور ایجاد نخواهد شد تایید شد گمان زنی های زیادی وجود دارد اما واقعیت های موجود در نوعی آینده ی حکومت فاشیسم دینی را ترسیم می کند که بحران جانشینی به یک دعوای سنگین بین باندها و جناهای حکومتی تبدیل خواهد شد در این رابطه بلومبرگ این گونه تحلیل می کند اما این حادثه یعنی مرگ رئیسی توجه را به این موضوع معطوف کرد که ایران پس از خامنه ای چگونه خواهد بود این در حالی است که رژیم با سطوح بی سابقه از مخالفت در داخل مواجه است رژیم تلاش می کند اقتصاد تحریم شده را احیا کند اما درگیر یک رشته درگیری ها و بحران های منطقه از افغانستان گرفته تا قذب و یمن است یک واقعیت را نباید از صورت مسئله که حکومت آخوندها در فاز پایانی حکومت هستند از نظر دور نگه داشت منظور فاز پایانی یعنی اینکه بحران های متعددی که حاکمیت با آن مواجه است به نوعی بنبست را در مقابل حکومت آخوندی قرار خواهد داد بنبستی که راه برون رفت ندارد و از طرف این مخالفت های اجتماعی قیام های سنگینی را رقم خواهد زد. تجربه قیام شهریور 401 حسبات کرد که دیگر وز با آنگونه نیست که حاکمیت سرکوب کند. حکومت استبدادی توان ایستادن و مقابله در مقابل آن را دارد و سرنگونی را به مرحله نزدیکتری خواهد رساند. عباس عبدی گفته نوشتم که در فهم هر تحلیلی باید توجه داشت که گوینده یا نویسنده در مقام تحلیلگر است یا کنشگر اکنون میخواهم نظر خودم را در باب ریاست جمهوری پیش رو از زاویه تحلیلگری تقدیم کنم روشن است که در مقام کنشگری حالت و سناریوی مطلوب من بازگشت به مردم و به تمام معناست بازگشتی که بیش از 70 درصد مردم همچون گذشته به پای صندوق بیایند و فردای پس از انتخابات سرشار از امید باشند من نتیجه آن نیز چون آبی فراوان بر آتش و اختلافات انتخاباتی باشد ولی تصور میکنم که این حالت و در روزهای آینده دور از دسترس است به همین علت میخواهم تحلیل خودم را از آنچه در پیش است بنویسم هرچند میدانم پیشبینی آینده در ایران به دلیل گوناگون سخت است این تحلیل مبتنی بر هیچ خبر خاصی نیست و متکی بر شناختی اجمالی است که از ساختار و اراده حاکم بر ایران دارم سه حالت برای انتخابات متصور است انتخابات رقابتی با حضور مؤثر اصلاح طلبان، انتخابات رقابتی درون اصولگرایان انتخابات مشابه آنچه در دهه 60 داشتیم به نظر میرسد که دو حالت اول رخ نخواهد داد اگرچه تجربه سه سال گذشته نشان داده که خط یک دستسازی نتیجه بخش نیست ولی واقعیتی این است که اگر قصد و اراده برای عدول از این خط مش وجود داشت باید در سال آینده رخ میداد و اکنون و در زمان کوتاه چنین تحولی قابل اجرا نیست چنین تحولی نیازمند مقدمات زیادی است که فعلا در دسترس نیست هرچند راهی جزین برای عبور از مشکلات بزرگ کشور وجود ندارد تحقق این حالت مستلزم کسب نظر مقامات بالا برای نامزدهای انتخاباتی است که گمان نمی‌کنم به دست آید و حالا به شورای نگهبان نیز معنای روشنی دارد البته حضور انتخاباتی نامزدهای کمشانس به معنای وجود این حالت نیست چون تحقق این حالت مستلزم امیدآفرینی در مردم است تا مشارکت کنند و با اقدامات سوری هیچ امیدی ایجاد نمی شود. بنابراین نه نیازی می بینند که این سناریو را ایجاد کنند و نه فرصتی برای آن وجود دارد و به طور کلی از تصمیمات ریسکی نیز پرهیز می کنن. حالت دوم که رقابت انتخاباتی منحصر به درون جناح حاکم باشد نیز رخ نخواهد داد برای اینکه این رقابت میان گروه های حاکم به سرعت خشن می شود تمام آن برای حکومت هزینه است و هیچ دستاوردی برای آنها ندارد حتی ممکن است کار را به جاهای باریک بکشاند ضمن اینکه برنده چنین رقابت احتمالی جناهای تونره آنها خواهند بود که دست آنها در تخریب دیگران بازتر از حتی به نقل شدید سیاستهای رئیسی هم میرسد به نظر من ساختار سیاسی ایران با توجه به تجربه احمدی نژاد اطمینان کافی به این افراد ندارد بنابراین به هر شکلی که صلاح بدانند آنها را از نامزدی منصرف می کنند و عدم انصراف را هم می توان با رد صلاحیت حل کرد حالت سوم ادامه راه کنونی البته بدون شخص رئیسی و در حالت ممکن کاهش و ضعف های قبلی است این حالت از منطق قوی تر برای اجرا برخوردار است اولین آنها در همتنیدگی قبلی میان افعال و سیاست های دولت با موزه خبرگان رهبری و مسئله جانشینی بود که اکنون دیگر شاهده این مسئله نیستیم این تمایز به عملکرد دولت کمک می کند. دوم اینکه می توان برخی از نقاط ضعف قبلی را تا حد ممکن کم کرد و دولت را به سوی مجموعی کارشناسی تر سوق داد تحقق این حالت مستلزم این پیام روشن است که راه قبلی با حذف زوائد و ضعفهایش ادامه خواهد یافت چون این انتخاباتی طبعا پرشور و رقابتی نخواهد بود پیشا پیش هم باید معلوم باشد که کدام نامزد متولی این مسئولیت خواهد شد بنابراین مسئله اصلی پیدا کردن فرد مناسب برای انجام این معمولیت است طبعا این فرد باید از درون دولت باشد از میان دولتیها، ها برخی وجاهت سیاسی کافی ندارند و نمیتوانند عهدهدار این کار شوند تنها گزینه احتمالی که بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند آقای مخبر است هرچند ظاهرا خودش قصدی برای نامزدی ندارد ولی ممکن است در نهایت مجبور شود یا مجبورش کنند نامزدی وی بدون رقابت جدی با مشارکتی در حد انتخابات گذشته مواجه می شود زیرا اینرسی و ظرفیت اندکی ایجاد شده پس از درگذشت رئیسی را میتوان تا یک ماه دیگر حفظ کرد ظرفیتی که در زیل یک رقابت انتخاباتی جدی به کلی از میان رفته و تخلیه می شود و گمان هم نمی که ساختار سیاسی ایران انتظار مشارکتی بیش از دوره گذشته را داشته باشد نکته مهم این است که همین حد از تحول نیز میتواند اندکی از امیدواری را ایجاد کند و حداقل مخالفت ها را با مشارکت کم کند به ویژان که مخبر چهره سیاسی و جناهی محسوب نمی شود و از نظر آینده نگری نیروها چهره میانه و کم خطری نسبت به تندروهای جناه حاکم است تصور میکنم کنم هر گونه انتظاری جز این در حد کلیات آن در انتخاباتی پیش رو معقول نخواهد بود تنها همین سه حالت برای انتخابات امکان دارد که ایجاد شود اما گزینه سوم بیشترین امکان است را جمهوری اسلامی نمیتواند زود برنامه‌ریزی کند که بخواهد به خواست مردم پیش برود اگر میخواست تحولی رخ بدهد باید در انتخابات بعدی صورت میگرفت